instances, they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against multi-million-dollar, multi-billion-dollar corporations. Our goal is really to even the playing field. You have a team of attorneys representing you who come from many different backgrounds, who are recognized nationally, who have been published, who have won awards based upon results. And that's what you get with results. حرف من با همه حرفا کمی فرق میکنه، نمیگم برتره اما صحبت از شرق میکنه، صحبت از خانه امیران و سرای شیران، که از بلا دور بماند در پناه یزدان، سرزمینی که دل آدماشون غرق صفاست، آب و خاکی که سراسر همه افتخار ماست. ایران 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 ایران، باغ و بستان و چمن، دشت و بیابان، همه گل، شور و مستی به سر از بانگ هزاران بلبل. ایران 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 ایران. سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که باز دوشنبه شد که این سعادت رو داشته باشم در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه رو باز به طریق اسکایپ داریم پخشش میکنیم. امروز دوشنبه 11 آگوست و با نام خدا برنامه رو شروع میکنیم. دلیل اینه که ما یه روز میایم استودیو، یه روز از طریق اسکایپ، به دلیل به اصطلاح طولانی بودن راهه. باید قبول بفرمایید، میدونم در استودیو خیلی به اصطلاح کوالیتی بهتره و خیلی ما دستمون بازتره، ولی همین هم از ما قبول بکنیم. ما از هر طریقی بشه که بتونیم به اصطلاح این برنامه رو اجرا بکنیم و بتونیم در مسیر این برنامه بتونیم یه خدمتی به شما بکنیم. هیچ نمیدونیم، برنامه که شروع میشه یک برنامه زنده است و هیچ نمیدونیم چه اتفاقاتی درش بیفته. شاید از این طریق بشه عزیزی رو پیدا کرد، شاید از این طریق بشه به کسی کمک کرد، شاید از این طریق بشه کسی رو از مرگ نجات داد. هیچی نمیدونیم. ما تلاش خودمونه برای اینکه بتونیم اثبات بکنیم که این برنامه میتونه در خدمت شما باشه، بدون هیچ نوع به اصطلاح چشم داشت مادی در خدمتون هستیم. تلاشمون هم در اینه که بتونیم از این راه یک خدمتی به شما بکنیم. همین رو بس. از بزرگتون که از راه دور آقای شهرام همایون عزیزم و آقای باقری عزیز، آقای جورج و آقای عباس پهلوان عزیزم رو خیلی سلام میرسونم و طبق معمول ممنونم از دیاکو عزیزم که سکاندار کشتی عشقه. این دیاکو یک انسان خوبه، یک جوان با معرفت و برای من چون خیلی دوستش دارم، دلیلش هم میدونم چون پسر آقای عباس پهلوانه، میدونم مردانگی و صفات خوب پدر رو داره. در هر صورت عزیزانم، شماره تلفن هایی که روی صفحه میبینین، تلفن استودیو 818-477-1717. تمنا میکنم، بنده شرمنده میشم شما تلفن نمیکنین، بعد آخر برنامه تمام خطا پر میشه، بنده یه مقدار زیادی از اینکه سعادت داشته باشم باتون صحبت بکنم و از دست میدم. تمنا میکنم اگر امری دارین میتونم کاری براتون انجام بدم، از همین شروع برنامه میتونیم بیاین رو خط و صحبت بکنیم، با هم حرف بزنیم، درد دل بکنیم. عرض کردم این برنامه یه برنامه سیاسی نیست،
بنده هیچ ادعای سیاستمداری هم ندارم. اگر حرفی میزنیم فقط به خاطر اینکه یک هشداری بدیم به اینایی که سر کارن، بگیم خب این مردمی که اونجا هستن، این مردم بسیار شریفن، بسیار مردم ایران شریف و پاکن و ساده، از این سادگیشون استفاده بد نکنیم. خب ساده هستن، هر کاری که شما میگین انجام میدن، هر چی شما میفرمایین اینا که قبول میکنن چشم بسته، پس بهشون برسیم، به حالشون برسیم. حیفه 80 میلیون ایرانی، نمیدونم بازم یه چیزی بگیم، باز تکراره و نمیدونم اینو ما تا کی بگیم که یک مقامی بتونه جلوی این به اصطلاح ریخت و پاشا رو بگیره، خدا میدونه. از ما گفتن منعکس میکنیم درد و دلای مردم ها رو، درد و دلای خیلی مردمی که در فشار هستن. عرض کردم آقای خامنه ای نگاه به اطرافتون نکنین، اگر اون رئیس سپاهتون یا اون رئیس پاسداراتون اینا وضع مالیشون خوبه و به به و چهچه میگن، ولی بفرستین از به اصطلاح نزدیکانتون که بهشون اعتماد دارین، بفرستین در این شهرهای دور افتاده، بفرستین در همین تهران در جنوبش، ببینین مردم با چه ذلتی زندگی میکنن. در هر صورت از ما گفتن، امیدوارم گوش شنوایی باشه. خب عرض حضورتون که در یکی دو روز باز محبتتون شامل حال من شد، به وسیله ایمیل و تلفن قربونتون برم. عرض کردم دستمزد من همین تلفن های محبت آمیز شماست، همین ایمیل های محبت آمیز شماست. ممنونم از داریوش در اروپا که خب دلش میخواست حتما به امید کمک بکنه. امید چهارشنبه داره میره کراچی، براش دعا بکنید. اگرم نمیخواید بهش کمک بکنید، براش دعا بکنید. از خدا بخوام که بره سالم برگرده به امید خدا و سایش از سر این دوتا بچه شیش، دوتا دختر 6 سالش کم نشه. خیلی خوب، عرض بزرگتون که ما یه سریالی از خود تلویزیون ایران که بسیار بسیار بیننده هم داره پخش کردیم که فکر میکنم این قسمت چهارم باشه. این قسمت چهارمش هم یه مقدار نگاه بکنیم اینا فقط چیه. در تلویزیون ایران هم پخش شد و مسلما خیلی جالب. من چند سال پیش که این برنامه گم شده رو اجرا میکردم، یکی از این چه میدونم از همین نمیدونم اطلاعاتی بود چی بود، در اصل تماس گرفت و خیلی بهبه و چهچه میکرد، میگفت بیت رهبری هم این برنامه تو رو نگاه میکنه. گفتم خب دستشون درد نکنه، ما چیز بدی نمیگیم، نه احترام همه هم به جاست، اگر که میگیم که یه کاری بکنین. اتفاقا ما داریم بی مزد و مواجب داریم خدمت میکنیم به آقای خامنه ای و نمیدونم این رژیم چیز، خودشون هم چه بدونن چه ندونن، ما داریم میگیم آقا در کجای مملکت بس خرابه، بریم درستش بکنیم، کجاش خراب نیست، کجاش مردم دارن اچاف میکنن، کجاش دارن مردم، ما اینا رو میگیم. خب اینا رو اگه اصلاح بکنین خب چه میدونم خب بیشتر سر کار میمونیم تا موقع که دلتون بخواد. در هر صورت به ما مربوط نیست، عرض کردم مردم برای من مهمن، والا خب ببینین چه راحت این بلدرای دنیا رو هر کی دلشون بخواد میارن، هر کی دلشون بخواد برمیدارن به همین سادگی. الان دلشون نمیخواست دیگه صدام سر کار باشه، صدام برمیشه، اومدن این آقای مالکی آوردن تا دلشون بخواد، تا بخوان این آقای مالکی هست، اگر نخوانن که میندازنش دور. به همین سادگی، به همین سادگی. لیبی همینطور. شما معمر قذافی، سرنگ معمر قذافی اصلا خدا رو بنده نبود، میگو خدا جلوی من کم میاره. دیدین چطور با بدبختی اینقدر پسگردنی زدن همین مردم پشت گردنش، با چه فضاحتی کشتنش. خب ببینیم این قدرت های پوشالی به اصطلاح هیچ وقت موندگار نیست. اینا رو که میدونین و میدونیم، خب یک گوشمون بزنیم بگیم خب آقا ما الان رهبر یک چیزی هستیم، یه مملکتی هستیم، خدمت بکنیم به این مردم. وقتی پشتبان این مردمی داشته باشین اون وقت خوبه، اون وقت دیگه کسی نمیتونه شما رو جا به جا بکنه. خب اون قسمت دیاکو جانم، اگه ممکنه اون قسمت خانواده میخ فروش هم پخش بکنیم، شاید بیت رهبری باز این چه میگم خانمایی که اونجا هستن یا آقایونی که اونجا هستن اینا ببینن دلشون راه بیاد،
به آقای خامنه ای بگن بیشتر فشار بیاره به این آدمایی که میدزدن، دزدایی که مملکت دارن غارت میکنن. حرف بدی هم نمیزنیم، دزد خوب نیست، آدم دزد یعنی بد. غیر از اینه نگاه بکنیم، خواهش بکنیم. مادرتون دیالیز میشه؟ بله. چند وقته؟ الان تقریبا 4 ساله. 4 ساله دیالیز میشه؟ بله. شما چند تا بچه هستی؟ ما 5 تا دختری. 5 تا دختری؟ بله. شما چند سالتونه؟ من 25 سالم. به ترتیب بچه ها بگید چند ساله؟ 25، 18، 15، 14، 10. پدرتون بوده؟ پدرم فوت کرده. خدا رحمتشون کنه. خب همه هم دیگه کار میکنید یا نه؟ نه، اونا درس میخونن، من کار میکنم. شما چیکار میکنید؟ من شغلم چاپ لباسه. چاپ لباسه؟ بله. چقدر درآمد داری؟ ماهی 450-500 تومن. شما هزینه اینا رو میدین؟ بله. این نوناور خونی شما رو. هزینه دیالیز مادرم ما 1,200,000 آزاده. کجا میگیری؟ خود هم بیمارستان خاص شرق این لطفا کردن، در حقش رایگان. رایگان انجام میدن براش. آها، پس هفته 2-3 روز میره دیالیز میشه؟ 4 روز شده الان، چون 6 خیلی وضعیتش بد شده، باید هفته 4 روز برن. میتونم بپرسم شما 4 روزی داری؟ من فقط شفای مادرم، همین، هیچ 4 روزی دیگه ندارم واقعیت. الان به نمیشه شما مرد خونه اینا؟ اگه خدا بخواد. رجوع ازدواج فکر کردیم؟ اصلاش بگیم. چرا؟ خب دیگه شرط زندگی جوریه که خیلی سخته. خواهرام باید، خواهر کوچیک‌تر من ازدواج کرده، شوهرش دادم. شما شوهرش دادی؟ بله. جایزی هم دادیم بهش؟ درسی کمی دادی بهش، چیزی که در توانم بود کمی بهش دادم، نه اجازم. چنان چند دختر چند پسر؟ پسر نیستیم، هممون دختریم. 5 تا دختری. 5 تا دختری. پس یه 3 تا دیگه هم تو راه داری برای ازدواج ها؟ اما اونا فعلا درس میخونن، درسشون عالیه، هر سال شاگرد اول میشن، میخوام فقط درس بخونن. با هر شرایطم باشه کار میکنم که تا اونو درسشون بخونم، اونا مثل من نشن، به آرزوشون برسن. شما آرزو چی که نرسیدی؟ من درس دوستشم بخونم. خب این هم خب یه قسمت دیگه داره که حتما چند به پخشش میکنیم. این فقط به خاطر بیدار شدن وجدان. در اول انقلاب که آقای خمینی اومدن در ایران، یه خب دیگه به همه فشار می آوردن که کارگرها بریزن رو سر کارفرماها و ازشون پول بگیرن و کردن هر کاری دلشون می‌خواست. در آخر یک قانونی وضع کردن که ببینن کی در حسابش پول داره، کی پول داره، کی نمیدونم خونش اون بالاست، کی بعضی ما دوتا ماشین داره، فلان از حرفا. اومدن یه قانون آوردن به نام از کجا آورده ای. خیلی جالب بود، یکی از همین خیشان بنده میگفت، آره خیشان نزدیک بنده میگفت، آره اگر برگردی ایران میرم به دادگاه میگم از فرخ بپرسین، این فرخ و پدر ما از کجا اینا رو آوردن فلان. خب حساب نمیکردن که 40 سال پدر من زحمت کشیدیم، 15 سال آخرم بنده توی بیابونا زحمت کار نداریم. منظورم اینه که به اینجا رسید که آقا از کجا آورده ای؟ دیگه این قانونی بود که آقا میامدن این تاجرها رو میگرفتن و ازشون پول میگرفتن که آقا شما بیاییم به ما بگیم از کجا آوردیم. چرا این قانونه که آقای خمینی آورد؟ آقای خمینی، من مستقیم با شما دارم صحبت میکنم چون نمیدونم دیگه به چه مقامی باید صحبت کرد. چرا این چیز رو نمیارین الان؟ مگر شما رهبرتون خمینی نبود؟ آقای خمینی گفت آقا از چرا الان نمیان بپرسید از کجا آوردن اینا که فقط یک
چه میدونم یک ماشینشون 100 میلیارد تومن، یه خونهشون نمیدونم یه میلیارد مثلا 100 میلیارد تومن. آیا این پولایی که به این صورت یا مثلا 3000 میلیارد تومن یا رو حساب نمیدونم فلان داره هواپیمایی داره، آیا از اینا میپرسیم که اینا از کجا آوردن؟ خب اون زمان مد بود، چرا الان نمیپرسیم؟ اگه بتونیم جلوی اینا رو بگیریم بعضی مملکت روز به روز بهتر و بهتر خواهد شد. کار نداریم. خب بعضی هاشون هم شاید زورتون نمیرسه، شاید نمیدونم از شما قوی ترن، در هر صورت نمیدونم. عرض بزرگتون که بریم سراغ اصل برنامه. پس خواهش میکنم اینا که سرکاری از کوچیکش گرفته، از اون چه میدونم پاسبان صفرش گرفته تا بقالش گرفته تا بانکچیش گرفته تا نمیدونم شهردارش گرفته، استاندارش گرفته، چه میدونم نخست وزیرش گرفته، رئیس جمهورش گرفته، رهبرش گرفته، تمام این به سری هر کدوم به نوبه خودتون به مردم خدمت باش بکنید، چون تمام شما دارین از همین مردم حقوق میگیرید، یعنی در اصل قانونش هم اینه. خب شما باید خدمتگزار مردم باشید، یعنی مستخدم مردمین. آقای رهبر شما در استخدام مردمین به عنوان رهبر، یا آقای روحانی رئیس جمهور، آقای روحانی شما حقوقتون رو کی میده؟ مگه غیر از این که مال 80 میلیون نفره؟ خب این مالیات از مردم میگیری، نفت دارید میفروشی، نفت مال همه مردمه، مال شما تنها نیست، مال آقای خامنه‌ای نیست، مال همه مردمه. خب شما میایین از به اصطلاح حق مردم حقوق میگیری. خب کسی که حقوق میگیره خب باش خدمت بکنه، مگه غیر از اینه؟ نه اینکه تو شدیم نمیدونم یه پلیس ساده بریم پدر مردم در بیاریم، یا یه بسیجی یه تار و مو ببینه پدر اون خانواده رو در بیاریم. نه این درست نیست، به خدا این طرزش نیست. در اصوله بریم جناب آقای خسرو به دنبال آقای پرویز و آقای سعید اماهی میگردن. جناب آقای محمد سمسار از کالیفرنیا به دنبال آقای حسین دوانلو قاجار میگردن، یا حسن دوانلو قاجار. جناب آقای پژوهنده به دنبال آقای هرمز اخوان زاکری میگردن. آقای ایرج عزیز ما از تورنتو کانادا به دنبال ناصر حسین زاده، رضا سفرزاده، رضا صدیق زاده و آقای محمودی که مدیر نوای خراسان بودن میگردن. خب سرکار خانم نقشه هم به دنبال سرکار خانم پروین پرچمی میگردن. خب به چی بود که ما در هفته پیش خانم شمیران سرکیس، خب شما اون روزم ازتون تقاضا کردن زنگ بزنین شماره تلفنتون رو بدین، متاسفانه شما در اون تاریخ شماره تلفنتون نذاشتین. اگر سرکار خانم شمیران سرکیس شماره ای دارن بفرستن، چون ما اون دوستشون سرکار خانم شهین بنی صدر رو پیدا کردیم. اگر کسی از سرکار خانم مرسده حکیمی که در انستیتو مریم خیابان فرانسه، یا سرکار خانم نیلوفر که دختر خانمی به نام سلماز دارن و همسرشون هم جواهر فروشی داشتن در تبریز، اطلاعی داره ما رو در جریان بذارن ممنون میشیم. سرکار خانم گیتی به دنبال سرکار خانم لقا بلوریان میگردن. خب سرکار خانم پری فرهادی به دنبال خانم فلورا آشوری میگردن که در آبادان بودن. اگر کسی از این عزیزان خبری داره تمنا میکنم به ما رو در جریان بذارن. دیاکو عزیزم اگر ما تلفنی نداریم تمنا میکنم یک آهنگ پله پله از سرکار خانم همیرا رو پخش بکنیم، اگر تلفن داریم که خواهش میکنم منو بس بکنیم که بتونیم صحبت کنیم. پله پله تا ملاقات خدا میرویم همه ما هستی که آهی میکنیم و در اصلا در درگاه خدا. پله پله تا ملاقات خدا می روم، بی تهمه سوی
از برکت نورش. ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم کجا می روم. هر نفس عشق مش بشان حکایت از عشق کند آورد از دوست نشان. عطر گلستان و چمن پر شده در خیال من مستی عارفانه قصه شور و حال من. پله پله تا ملاقات خدا می روم که همو سوی عرش کبریا می روم. از برکت نورش ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم کجا می روم. جانم دیاکو جان بفرمایی. الو الو جانم درود بر شما استاد. درود بر شما قربونتون برم. ام بفرمایی. خواهش میکنم میخواستم محبت کنین یه آرزو بکنین که آقای شاهد مقیم کانادا در کبک با شماره تلفن 936 با شماره تلفن 438 936 0246. عزیزم خواهش میکنم شماره تلفن نفرمایید. شما بفرمایید کی دنبال کی میگرده. شما شماره تون بعد به آقای دیاکو بدید. اوکی من هستم که دنبال شکیب میگردم که ایشون در لاتینای شرق هستن ولی مشخصا نمیدونم کدوم مملکتی هستن. دنبال ایشون میگردم سالیانه. اگر ممکنه محبت بفرمایین آنوس بفرمایین. قربان جانم جنابالی آقای شاهد. آقای شاهد از کجا؟ از کانادا کبک. از کانادا به دنبال کی میگردید؟ آقای شکیب. آقای شکیب؟ بله. خیلی خب جناب آقای شاهد محبت شاهد کرد. دنبال آقای شکیب. به دنبال آقای شکیب میگردن. اسم بله. کوچیک آقای شکیب چیه؟ آقای شکیب ایشون قبلا در هوا نیروز بودن. در هوا نیروز بودن. بله خلبان هوا نیروز بودن. اگر کسی از جناب شکیب که خلبان هوانیروز بودن اطلاعی داره جناب آقای شاهد در کانادا منتظر تلفنشون هستن. جناب شاهد خواهش بله. میکنم گوشی قطع نکنید که بتونید شماره تلفنتون رو بدین به آقای دیاکو. چش. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. گوشی خدمتتون باشه. خواهش میکنم دیاکو جان اگه ممکنه شماره تلفن عزیز رو بگیرین. خواهش میکنم. بعد اگرم تلفنی داریم عزیزان شماره تلفن به اصطلاح استودیو 818-477-1717. میگه بالاخره سال گذشته یه جفت کفش خریدم که رنگش قشنگ بود اما اندکی پاهایم را آزرده میکرد. فروشنده گفت کمی که بگذرد جا باز میکنم. خریدم پوشیدم خیلی گذشت اما جا باز نکرد. فقط استخوان‌های پایم را آزرده می‌ساخت. با خودم گفتم به هر حال این همان رنگی است که من می‌خواهم. در مسیرهای کوتاه می‌پوشم. در مسیرهای کوتاه هم پاهایم را آزرده کرد.
من اشتباه کرده بودم. کفشی که پایم را آزرده می کرد هر چقدر هم خوش رنگ بود نباید می خریدم. و وقتی خریدم و فهمیدم اشتباه کردم نباید نگهش می داشتم. اشتباه اشتباه است. نباید نگهش داشت. نباید طی روزها و سالها حملش کرد و به امید اینکه تغییری کند به امری دلخواه تبدیل شود. اشتباه فقط به آزرده کردنش ادامه خواهد داد. نباید به آزرده شدن عادت کرد. امروز کفش هایم را دور انداختم. چه درسی میگیریم؟ ما میایم خوبی میکنیم. ما میایم محبت میکنیم. بعد میبینیم این محبت جوابش شد چی میدونم خیانت، جوابش شد خلاف اون چی که ما فکر میکردیم. من فکر میکنم دیگه ما باید با اونقدر به اصطلاح فکرمون با اونقدر کار بکنیم که وقتی به زور خودمون نبریم به یکی به اصطلاح تحمیل بکنیم. وقتی میبینیم یک کسی یا یه چیزی ما رو آزرده میکنه، بهترین راهش اینه که از زندگیمون بذاریمش کنار. به همین سادگی. هر کی به ما اسم گذاشتیم در این دنیا، اسم گذاشتیم دوست، اسم گذاشتیم پدر، مادر، ما اسم اینا رو گذاشتیم. در اینجا میگن فادر، مادر، فلان. در عربستان یه چیز دیگه میگن، در چین یه چیز دیگه. خب ما اومدیم اینو جا انداختیم در چیز یک دوست یا پدر یا مادر یا خواهر یا برادر و اینو جا انداختیم. ولی هر کدوم از اینا اگر وظیفه اخلاقی خودشون انجام ندن، خب اینا دیگه اون اسم فقط یه اسمه. وقتی پدری کار پدری نکنه یا رهبری کار رهبری نکنه یا رئیس پلیسی کار رئیس پلیسی نکنه و خلاف بکنه، خب این دیگه از اون چارچوب خارج میشه. نمیدونم تا چقدر میتونم اینو بفهمونم، یعنی تا اونجا که عقلم میرسه بتونم توضیح بدم. منظورم اینه ما میایم و یه چیزی همینطور میچسبیم. میدونیم دروغه، میدونیم این چیز غیر ممکنه، ولی میایم میچسبیم بهش و ولش نمیکنیم. خب این دیگه نمیشه ایمان، این دیگه نمیشه اعتقاد، این میشه گول زدن خودمونو به اصطلاح قوی کردن اون طرف. دارو در یکی از همین جلسات به اصطلاح همین داخل یوتیوب هم هست، میارم میذارم. یک آقای شیخی، ببینید این امام سفیدا، اینا هستن که میرن همینطور درس میخونن و هیچ نوع به اصطلاح سید و به اصطلاح اولاد پیغمبر نیست. اینایی که به اصطلاح عمامه‌هاشون سیاهه، خب اینا اولاد میگن ما اولاد پیغمبر، به اینا میگن سید، به اونا میگن نه اونا آخونده. یکی از همین کلا سفیدا داشت حرف میزد، میگه آقا نمیدونم رقیه در 3 سالگی این چیز بهش نشد، داشت به مردم میگه اینطور نشد، اینا که میگن درست نیست. بعد یکی از اون آقایون به اصطلاح علمایی که کلاه سیاه داشت، امامه سیاه داشت، از اونجا شروع کرد به این پرخاش کردن که تو بلد نیستی و خلاصه دعوا شد در همون جمعی که برای امام حسین گرفته بودن که تو بی خود میگی و بی خودی جای امام حسین تکیه زدی. که خب ما میایم یه آخونده میزنیم جای امام حسین، هرچی دلش بخواد اون بالا بگی و تمامش هم چیزای تحریف و بی خودی. همش هم میگن روایت از امام صادق، امام صادق در خواب دیده فلا. خب ما که گفتیم بابا موقع که امام صادق بوده که حضرت محمد فوت کرده بودن، امام صادق خب بعد از چند نسل به وجود اومدن. خب میان این چیزها رو به خورد مردم میدین، خب نمیگین آقا یک، خب یکی هم میاد یه سوال میکنه، شما که میگین آقا یارو نمیدونم. خب باز رفتیم تو این بحث، این بلش بکنیم. میگه مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن، نغمه دیگر برای فصل سرما ساز کن. زندگی تکرار زخم کهنه دیروز نیست، بالهای خستت را رو به فردا باز کن. باز کنیم، دنیا زیباست. به خدا ما فقط هم یه عمر میکنیم، در این چند سال ما دیگه
نمیمیریم با زنده بشیم باز اینو ادامه بدیم، نه، همینه که هست. در شنبه هم عرض کردم اون چمدانی که خدا دست یارو که باش بمیره درش باز کرد، دید هیچی توش نیست و فهمید که ما هیچی نداریم. این جسم ما وقتی رفت رفت به کارش، ما نه پولمونو میبریم، نه چه میدونم لباسامونو میبریم، نه هیچی نمیبریم، نه خاطری میبریم، نه چه میدونم فامیل میبریم، نه دوست میبریم، هیچی نمیبریم. خب پس ما هیچی در اصل. و فهمیدیم که ما این لحظه ها رو داریم، این لحظه ای که الان من با شما هستم یا شما با عزیزانتون هستیم. خب باید از این لحظات، لحظات گرانبها که فقط همونه داریم، چیز دیگه نداریم. امروز بنده سر قدرتم، فردا شاید نیستم. امروز رئیس جمهور فلانجا، فردا شاید نباشم. خب از این لحظات ما استفاده بکنیم، لذت ببریم، هم دیگه دوست داشته باشیم، اینقدر به هم هجاب نکنیم. دیاکو جان تلفن داریم عزیزم؟ اگه تلفن داشته باشیم میتون خیر. میگه رفیقان دوستان ده ها گروه هست که هر یک در مسیر امتحان هست. گروهی صورتک بر چهره دارند، به ظاهر دوست اما دشمنان هست. گروهی وقت حاجت خاک بوسند، وقتی بهتون احتیاج دارند پاتونم میبوسند، ولی هنگام خدمت ها نهانند. وقتی باست بهتون خدمت کنند هر کی از یه طرف در میره. کو اون قولا، کو اون بعده ها که قبل باز نگیم سیاسی. خب ما داریم حرف خود آقای خمینی میزنیم که گفت میای تمام چیز آباد میکنیم، هم این دنیا رو آباد میکنیم هم اون دنیا رو. اون دنیا رو که خب دست شما که نبود آقای خمینی که آباد بکنین یا خراب بکنین. حالا نمیدونم تشریف بردین اونجا آبادش کردین خرابش کردین، اون رو نمیدونم، بذار وقتی بنده مردم میرم اونجا میبینم. ولی اینجا ما آبادی از آقای خمینی ندیدیم، خانه مجانی ندیدیم، برق مجانی ندیدیم، مملکت رو به فلاکت رفت. عرض کردم این بهشتی شد برای آخوندا، برای کسایی که الان به سرا همین چند نفرن فقط که تمام مملکت به سرا قرق کرده. خب نگاه بکنین اگه غیر از اینا شما آدمه خوشبخت یا امیددار در ایران پیدا کردین شما حق دارید. خب گروهی خیر و شر در فعلشان نیست، نه زحمت بخش و نه راحت رسانن، مثل سرشون رو میندازن زیر میرن. گروهی دیده ناپاکن، هشدار، نگاه خود به هر سو میدوانن. بر این بی اسمتان ننگ جهان باد، که خود خوکند و بدتر از آنن. ولی یاران همدل از ره لود به هر حالت که باشند مهربانند. رفیقان را درون جان نگهدار، جانها پربهاتر از جهانند. خب جناب آقای فریدون مشیری عزیز، خب ما این به اصطلاح زندگی رو داریم میگذرونیم، ببینیم چی میشه. خدا میدونه چه پیش میاد. در هر صورت خیلی متاسفم که به هواپیما هم در به اصطلاح هنوز بلند نشده، از این هواپیمایی که در اصفهان به اصطلاح ببینید دیگه چیه که میرن از روسیه میارن، هواپیمایی که اصلا اجازه پرواز نداشته، حالا تازه میرن در مجلس و میگن این هواپیما اصلا نباید میپریدن، نباید چیز میکردن. خب وقتی که 40 خورده نفر گرد شدن، 7 بچه فقط گرد شد با آسمون رفت. خب چرا آقای خامنه ای چرا باید اینطور باشه یه مملکت؟ حالا میگن آقا یه هواپیما همه جا سقوط میکنه، نه خب این باید حساب کتاب تو مملکت باشه. به همین سادگی میگن خب 40 نفر مرد، 40 نفر، این یک فاجعه است. یک اینجا یه همچین چیزی بشه اصلا از های عمومی اعلام میکنن، یعنی پدر اونو در میارن که این کار کرده. نمیتونم، شاید ما در ایران تافته جدا بافته ایم، شاید این چیزها اشکال نداره، شاید مرگ در اونجا اصلا معنا نداره، نمیتونم.
بلافاصله میگن آره اینا همه شهید شدن و میرن بهش. به خدا همچی چیزی وجود نداره، این چیزی وجود نداره. کی رفته که بهشت رو دیده اومده؟ کی بهشت رو دیده؟ یه جوری صحبت میکنم مثل که همین الان در بهشت بودن، اون آقایی که دیگه گندش در بود اومده میگه من آره حضرت محمد چهار تا زن داره که یکیش خانم خدیجه است، یکی زن فرعونه، یکی زن مادر عیساست، یکی هم خواهر موسی. یعنی همه اینا این چهار تا رو اونجا گذاشتن حضرت محمد. خب کی رفتی تو در اون دنیا که دیدی اینا زنای حضرت محمد هستن؟ چرا اینقدر اراجیف میبافی؟ چرا اینقدر پایه دین رو سست میکنی؟ نمیدونم والا. خب دیاکو جان اگر چیزی نداریم آهنگ پخش بکنیم، خواهش میکنم. اگر به اصطلاح تلفن داریم که جواب بدیم. خب بعد از این همه حرفا که میزنیم میگیم باز زندگی زیباست، زندگی زیبا، زندگی رو تلخش نکنین به مردم، به خودتون تلخش نکنین، بذارین مردم از زندگی لذت ببرن. خوش بکنیم زندگی زیباست. زندگی زیباست، قدرش رو بدونی، بوته عشق رو تو باغ دل بشور. بیا خوش باش نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد براش دل می‌سوزونی. نگاه کن به درخت سبز تو باغ، زندگی چه زیباست. ببین شکوفه های باغ گیلاس، زندگی چه زیباست. ببین آفتابش داره میتابه، هنوز گنجیش تکی تو لونه خوابه. ببین زنبور بی صبری که تو گل، توی حسرت شهد عشق نابه، توی حسرت شهد عشق نابه. زندگی زیباست، قدرش رو بدون، بوته عشق رو تو باغ دل بشور. بیا خوش باش نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد براش دل می‌سوزونی. شکوه زندگی رو میپرستم، تمام لحظه های بودنم رو عشق زنده بودن زنده هستم. زندگی زیباست، قدرش رو بدونی، بوته عشق رو تو باغ دل بشون. یا خوش باش نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد براش دل می‌سوزونی. زندگی زیباست، قدرش رو بدونی، بوته عشق رو تو باغ دل بشون. یا خوش باش نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد براش دل می‌سوزونی. نگاه کن به درخت سبز تو باغ، زندگی چه زیبا. ببین شکوفه های باغ گیلاس، زندگی چه زیبا. ببین آفتابش داره میتابه، هنوز گنجیش تکی تو لونه خوابه. ببین زنبور بی صبری که تو گل، توی حسرت شهد عشق نابه، یه حسرت شهد عشق نابه. زندگی زیباست، قدرش رو بدونی، بوته عشق رو تو باغ دل بشون. بیا خوش باش نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد براش دل می‌سوزونی.
بله، اینم زندگی زیباست، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب جانم فاروق حسن بفرمایید. الو، سلام عرض کردم آقای فرخ. سلام از بنده است. من دنبال یه دوستی هستم که مال چندین سال پیش دوران دبیرستان بودیم، به نام خانم شایسته احمد قصدی. شایسته دبیرستان چی؟ شیرین میرفتیم، شماره من پشت دادم. دبیرستان شایسته چی؟ شایسته احمد قصری. احمد قصری. شما بله؟ شما سرکار خانومه؟ من مریم مؤذن هستم. مؤذن؟ بله بله، به معنی اذانگو. بله. از کجا زنگ میزنی خانم مؤذن؟ من از نورس کارولاینا زنگ میزنم. سرکار خانم مریم مؤذن محبت فرمودن از نورس کارولاینا با ما تماس میگیرن، به دنبال سرکار خانم شایسته احمد قصری میگردن که در دبیرستان شیرین با هم دیگه هم کلاس بودن. اگه کسی از سرکار خانم شایسته احمد قصری اطلاعی داره، سرکار خانم مریم مؤذن در نورث کارولینا منتظر تلفنشون هستن. درسته خانم؟ بله، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. قربان شما، منم خیلی خوشحال شدم. تلفنتون رو گذاشتین. قربان شما، خدا نگهدارت. تلفنتون رو گذاشتین برای آقای دیاکو؟ بله؟ بله، تلفن رو گذاشتم. منتها من گفتم 828، نمیدونم 128 ننوشته باشن. خب یعنی اولش 828. بله، پیش شمارش 828. خیلی ممنون. بله، درسته. درسته. قربان شما، خیلی خوشحال شدم آقای فردو. همینطور. قربان شما، خدا نگهدارت. قربانتون برم. قربانتون. خب میگه این برنامه رو دو تا پسرای من، دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده، وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا، با شماره تلفن رایگان 888 222 82 86 به شما تقدیم میکنن. در هر صورت اگر امری داشته باشین میتونین با این شماره تلفن تماس بگیرین. دو تا پسرای من 888 222 82 86 در خدمتون هستن. خب میگه دیدی ای دل عاقبت زخمت زدن، گفته بودم مردم اینجا بدند، دیدی آخر ساقه جانت شکست، آن عزیز عهد و پیمانت شکست، دیدی ای دل در جهان یک یار نیست، هیچ کس در زندگی غمخوار نیست، آه دیدی سادگی جان داده است، جای خود را گل به سیمان داده است، دیدی آخر ساقه حرف من بی جا، دیدی آخر ساقه حرف من بی جا نبود، از برای عشق اینجا جا نبود، نوبهار عمر را دیدی چه شد، زندگی را هیچ فهمیدی چه شد، دیدی ای دل دوستی ها بی بهاست، کمترین چیزی که میابی وفاست. چقدر بد میشه آدم اینطوری صحبت بکنه، چقدر بده، چقدر عرض کردن هر کی میبینیم، ببینیم یه جور کلا سرش رفته، یه جور نزدیکترین کسانش سرش کلا گذاشتن، بهش خیانت کردن، فقط برای اینکه بتونن گلیم خودشون رو بکشن از آب بیرون. همین، نمیدونم اینا اینطور آدم ها عرض کردم، بازم اینایی که رأس کارن با وجدان خودشون، اگر وجدانی در کار باشه، من فکر میکنم خدای همه ما وجدانمونه که در وجودمونه، یعنی ما راه که بریم خدای ما در وجود ماست، همین وجدان ماست، اگه بیدار باشه به ما اجازه نمیده، یعنی خدایی در قلب ما باشه به ما اجازه نمیده بدی بکنیم، اجحاف بکنیم، خیانت بکنیم، اگرم نباشه که مثل بعضی از این به اصطلاح از اینا که هستن سر کار هستن. آقای خامنه ای این 60 تا اسب برداشتن با این یه هواپیما در بس از فرانکفورت بردن تهران، مملکتی که نون نداره بخوره، این 60 تا اسب گران قیمت اونجا، این ببینید اینقدر این اطرافیان
اینا که سرکارن اینقدر پولاشون زیاد شده نمیدونن چطور خرجش بکنن. حالا 60 تا اسب برداشتن بردن، ممکنه یه سوال بفرمایید که این 60 تا اسب مثلا از آلمان که گرونترین اسبای اونجا بوده و یه هواپیمای در بس هم برداشتن بردن در تهران بابت چیه؟ برای چه کاریه؟ خب حالا این کشورهای عربی از این کارا میکنن چون میرن مسابقه میدن و شرط بندی میکنن و قماربازی میکنن و این کارا. در اونجا هم از این کارا میشه؟ آیا اگر نمیشه این 60 تا اسب رو با این قیمت گرون از آلمان برای چه خریدن؟ کی خریده؟ این ماشینایی که ما اینجا هم زورمون نمیرسه بریم بخریمش، در ایران زیر دست این بچه های همین آقایون، اینا این پولا از کجا میاد که این همه ثروت هیچه براشون که یه ماشین چندین میلیارد تومانی بخرن بذارن زیر پاشون؟ ببینید مردم در چه وضعی هستن، اینا رو هم بدین سوال بکنن. اگر عرض کردم اگر از نزدیکان خودتون نیستن، خب در صورت میگه کوچه ای را بود نامش معرفت، مردمانش با مرام از هر جهت. سیل آمد کوچه را ویران کرد، مردمش را با جهان بیگانه کرد. هرچه در آن کوی بود از معرفت، شست و با خود برد سیل بی صفت. از تمام کوچه تنها یک نفر، خانه اش ماند و خودش جست از خطر. رسم و راه نیک هر جا بود و هست، از نهاد مردم آن کوچه است. چون که در اندیشه هم این گونه ای، حتم دارم بچه آن کوچه ای. این مردم ما خیلی مردم با شرفی هستن، خیلی مردم پاکی هستن. نمیدونم گذشت. خب عزیزانم، ما دیاکو جان تلفن اگر داریم لطف کن بس کنیم، من در خدمتون هستم. عزیزان میذارن در دقیقه آخر، بعد تمام تلفن ها که پر میشه متاسفانه وقت باز ما میگه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ما هم از استودیو دوریم و دستمون هم به تلفن نمیرسه. اونجا که نمیدونم، در روزگاری خنده مردم از زمین خوردن توست، برخیزو تا آنها بگرین. نذاریم چیزی که به اصطلاح زمینمون بذارن نتونیم دیگه بلند شیم. خب میگه تنها که باشی آرزو میکنی یکی صدات کنه، حتی اگه اشتباهی. تنهایی چیز بدی، تنهایی غربت چیز خوبی نیست. نمیدونم حالا که همه ما در غربتیم، چه خارج از ایران عزیزمون چه در ایران عزیزمون، اصرار که به اصطلاح عرب ها از ما سرترن، اصرار دارن هرچه عربا میگن درسته. من خیلی دلم میخواست یکی از این چیزها رو حتما نشون میدم، بازم دلم نیومد این برنامه رو به کثافت بکشونم، ولی اینو نشون میدم که چطوری همین اعرابی که ما داریم دنبالش میگردیم و حالا ما رو آدم نمیدونن، میگن نه سگ بیاد داخل این مغازه های ما نه ایرانی. چطور خودتون دنبال شتر ببینید کی شتر ادرار میکنه که دستتون رو بزنید و از ادرار شتر بخورید. اینا شدن به اصطلاح سرورای ما. هست و یکی از به اصطلاح نوشابه های بسیار بسیار پر رواج ادرار شتر خوردن هست. تو یوتیوب اگه تشریف ببرید نگاه بکنید که چطور با لذت یارو میدوه که ببینه کی شطورش ادرار میکنه که بزنه به سر و صورتشو صفا بده به سر و صورتو و میخوره. خب میگه من خودم نیستم، این اندیشه های من است که مرا هدایت میکنه. این فکر اینجا ما رو داره جا میبره، اینجا به ما میگه چی کار بکن. خب بعد عقلمون رو میدیم دست یارو که میگه، اون خانومه که دیدید میگه
دوشنبه ساعت فلان تا فلان برین با همسراتون بخوابین، بعد میشین قاری قرآن. سه شنبه از ساعت از فلان وقت قبل از عشاء تا بعد از نمیدونم فلان ببین میشه نمیدونم جنگجوی اسلام. بابا جنگجو نمیخواد اسلام، اسلام آسایش میخواد، مردم آسایش میخوان دیگه، جنگجو بسه، این همه جنگ کافیه، این همه خونریزی کافیه. چرا راه قشنگ و چرا راه صلح نشون نمیدین؟ چرا نمیگین آقا وقتی بچه به دنیا اومد بره چه میدونم دکتر بشه خدمت بکنه، یا بره نمیدونم چه میدونم مهندس بشه که راه خوب درست بکنه، آسایش برای مردم رو جاد بکنه؟ همش در فکر جنگ و شمشیر کشی و در چیز خوره. بابا قرآن هم که میگه ما دین صلحیم. خانم نمیدونم از کجا اومده که از کجا رفتی میدونی چه ساعتی اگر بری نمیدونم باردار بشی نمیدونم چی میشی، در راه فلان قیام میکنی، فلان میکنی، در راه خدمت اسلامی. همش از دوشنبه تا دوشنبه بعد همینطور. خب پس چرا دیگه میگین وقتی همشون در راه قرآن و نمیدونم شمشیر کشی و اینا، پس چرا میگین؟ کدومش بس بده؟ کی اگر بخوابن با یعنی بچه دار بشن خوبه بده؟ شما همش میگین همش به نفع اسلامی. خیلی خوب. در اصفهان در بندر عباس، در بندر عباس یه بچه رو که تازه به دنیا اومد در یه کارتون گذاشته بودن و انداخته بودن، هنوز بند نافش بش بود، بچه مو چرا اینقدر میگیم برن بچه دار بشن؟ چرا؟ پس اگه بچه دار بشن اینطور بچه رو که هنوز بند ناف بشه بزنن توی کارتون بندازن تو خیابون بندر عباس، کی خوشش میاد؟ مردم نون ندارن بخورن. هی آقای خامنه‌ای شما به این امام جمعه ها میگیم بگیم بچه ها برین استارت بزنین 12 تا 14 تا 16 تا بچه بیارین، کی نون اینا رو میده؟ شما تو همینش موندین. یه اینقدر ماشاءالله دزدی ها زیاد زیاد شده که دیگه به دزدی های کم بانه نیستن این سردمدارا. پس کی باست نون اون 14 تا رو بده؟ شما فکر نمی کنید 14 تا فردا همینا ریشه هاتون رو می سوزونن چون نون ندارن بخورن، میان ریشه های شما رو می خورن؟ غیر از اینه؟ خب بچه ای که نمیتونن ازش چیز بکنن میبرن میندازن تو خیابونا در همین بندر عباس. خیلی متاسفم، خیلی متاسفم. میگه همان کسی باشید که میخواهید، اگر دیگران دوست ندارن بگذارین نداشته باشن. خوشبختی یک انتخاب است، زندگی راضی نگه داشتن همه نیست. نمیتونیم الان یه عده از بنده خوششون میاد، یه عده از بنده خوششون نمیاد، یه عده از این برنامه خوششون میاد، از حرفای بنده خوششون میاد، یه عده خوششون نمیاد. بنده اگر فکر بکنم در تمام این برنامه بتونم یک نفر حتی پیدا بکنم یا به یک نفر کمک بکنم، من حس میکنم اون فکری که در ذهنم بوده، اون چیزی که خدا در قلبم گذاشته انجام داده، وظیفه‌مو انجام داده. اصلا برای من مهم نیست که اونایی که به مزاقشون خوش نمیاد هستن که به اصطلاح خب تربیت خانوادگیشون هم میارن و معرفی میکنن و درش و برای من مهم نیست. من عرض کردم این چیزی بوده که خدا در قلب من گذاشته. اگرم یه چیزایی درباره اینا میگم، شما از اول برنامه بنده از این 13 سال نگاه بکنین، فقط درباره اینه که به مردم چاف نشه. عرض کردم من نه بلدم وزیر بشم، نه بلدم نخست وزیر بشم، نه بلدم رئیس جمهور بشم، هیچی نمیتونم بشم، این کار از دست بنده بر نمیاد. من اگه ببینم یکی به یکی اچاف میشه نمیتونم به ایستم نگاه بکنم و این به ضررم هم تموم شده. در هر صورت عزیزانم، اگر در این یک ساعت ما تونستیم یک خدمتی به شما بکنیم که خوشحال، اگرم کاری که شما میدونید بهتر بنده میتونم این برنامه رو به نحو بهتری براتون اجرا بکنم، با کمال میل در خدمتتون هستم. در اصل ما اینجاییم که بتونیم یک کار اساسی، یک کار درست انجام بدیم، نه اینکه فقط بشینیم اینجا وقت شما رو بگیریم، به اصطلاح بشینیم اینجا فقط حرف بزنیم،
این درست نیست. احتیاج به هم فکری شما داریم. اگر ایرادی هم در کار ما هست بفرمایید، روی چشم میذارم، اگر منطقی باشه قبول میکنم و با کمال میل اجراش میکنم. در هر صورت نمیدونم دیاکو عزیزم، ما چقدر دیگه وقت داریم عزیزم؟ ما اگر 2 دقیقه دیگه وقت داریم. خیلی خوب دیاکو، خیلی به ما محبت میکنیم. بعد نمیدونم با چه آهنگی میتونیم، اگر خط میتونیم در این 2 دقیقه هم خطی جواب بدیم حتما در خدمت هستیم. اگر هم که نمیتونیم جواب بدیم که خب بعدش میبندیم. خب میگه آرامگاه اصلی ما خاک نیست، قلب کسانیست که ما را فراموش نمیکنند. ما چه باشیم چه نباشیم، اگه آدم خوبی باشیم، اینا که مردمی که میشناسن، اینا که میدونن آقا ما کاری کردیم، یه خدمتی کردیم، یک به اصطلاح دل رو شاد کردیم، بنده بمیرم هم خب بعدش میگم آقا خب مثلا این آدم بدی هم نبود، خب اینم سعی میکرد که یه خدمتی بکنه. همین برای من کافیه که این همه عزیزان در این قبیله عشق ما اینقدر بنده رو به خودشون نزدیک میدونن که خصوصی ترین کارهای زندگیشون هم با من در میون میذاره، بنده رو از خودشون میدونن. این بزرگترین نعمتیه که خدا به بنده داده. در هر صورت عزیزانم، ما یه دعایی داریم، دعا آخریمونه بخونیم. نمیدونم دعاهای من عرض کردم به زبان چیز نیست، عربی نیست، کش که نفهمه چی دارم میگم. دارو میاد یه 40 تا چیز میگه بعد خودش هم نمیفهمه چی گفته. خب من اجازه بدید این یک دعای خوبی داشتم اینجا براتون بخونم و بعدش هم خداحافظ کنم. میگه خب ما چرا اینطوری شدیم مثل این آدم های آها. برای یک بغل گندم، دلی خوشنود از مردم، برای یک بغل مریم که مست میشود هر دم، برای قدرت آرش که دشمن را زند آتش، برای سفره ساده حلال و پاک و آماده، برای یک بغل احساس دو بیتی های عطریاس، برای هر چه خوبی هست صمیمانه دعا کردم. برای همتون آرزوی سلامتی، خوشی و خوشبختی میکنم. دیگه به اصطلاح من تشکر دارم از آقای شهرام همایون عزیزم، از آقای باقری عزیزم، از آقای جورج، از آقای عباس پهلوان عزیزم، بس تمام عزیزانی که در اونجا هستن و به بنده محبت دارن. از دیاکو عزیزم خیلی ممنونم، همیشه به من لطف و محبت داشته. دست درد نکنه دیاکو جان. از 2 پسرام دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده ممنونم که این برنامه رو به شما تقدیم کرد. در هر صورت امیدوارم هر کجا که هستین اول سالم باشین، همدیگر رو دوست داشته باشین و خدا رو در قلبتون زنده نگه دارین. قصه ما به سر رسید اما به آخر نرسید. تا روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خدا حافظ. حرف من با همه حرفا کمی فرق میکنه، نمیگم برتره اما صحبت از شرق میکنه. صحبت از خانه امیران و سرای شیران، که از بلا دور بماند در پناه یزدان. سرزمینی که دل آدماشون غرق صفاست، آب و خاکی که سراسر همه افتخار ماست. ایران ایران My name is Reza Tarkzadeh, and I grew up here in Southern California. We take pride in handling difficult cases. Individuals or families who've lost a loved one really need somewhere to go, and in most instances, they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against